سلام چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم خیلی خوش اومدیم به جلسه دوازده هم از پکیج آریل انجین پنج بریم سراغ آموزش هرچی سریع تر و قراره یه سری نکات خیلی مهم بهتون بگم در بورد نور پردازی و با ادامه ی آموزش همراه من باشید قبلش حتما لایک بکنید سابسکرایب بکنید کامنت بذارید و این کانال رو در واقع حمایت بکنید برو بریم خب بچه این جلسه قراره در واقع از این جلسه به بعد ما نورپردازی شروع میکنیم ما کامل توی این دوازده جلسه ای که اینجا داشتیم که حالا اینجا یازده این جلسه سفر چون در واقع توی این دوازده جلسه یا همون یازده جلسه ما کامل در مورد آنریر صحبت کردیم و معرفی کردیم نصبش کردیم و صفحات کاریشو در واقع توضیح دادیم ابزارهاشو و چجوری حرکت بکنیم داخل آنریل ویو پورت توضیح دادم و نحوه سیو کردن و انواع ایمپورت کردن از نرم افزار مختلف به آنریل انجین که ما کامل الان متوجه شدیم که آقا اصلا آنریل چیه چی کار میکنه به چه درد ما میخوره و از نرم مختلف شدیم میتونیم وارد بکنیم داخل آنریل حجممون رو و ازش استفاده بکنیم الان کامل دیگه اینا رو میدونید و مطمئنم که توی هیچ جا بهتون اینا رو رایگان هستن آموزش نمیدن از این جلسه به بعد وارد مبحث خیلی خیلی مهمی میشیم که جلسه دوازده مبحث مپس نورپردازیه نورپردازی خب بچه خیلی مهمه خیلی خیلی مهمه یعنی اصلا شما نورتون درست نباشه بهترین متریال هم به کار بدید یا بهترین آبجکت هم داشته باشید کلا کارتون کلا دیگه اصلا به درد نمیخوره برای همین حتما حتما از این جلسه بعد بشین نوت فرداری بکنید نمیدونم جلساتو چند بار نگاه بکنید همه چیز رو یادتون باشه یا که میگم و یادتون باشه و استفاده بکنید ازش و حتما حتما تمرین بکنید توی این جلسه بچه ها قراره در مورد لومن صحبت بکنیم بریم لومن اصلا چیه بعضی با لومیون نفس لومیون اشتباه میگیرن اون کلا یه نفسه رو جداست لومن سیستم نورپردازی آنریل انجینه که کامل میخوام بهتون بگم که چی کار میشه کرد و به چه درد میخوره چون ما احتمالا دو الا سه جلسه کلا در مورد ابزارهای نورپردازی قرار صحبت بکنم و یه سری نکات رو بهتون بگم و بعد وارد یه صحنه میشیم و نورپردازی سفت و صدش رو با روش های مختلف نورپردازی انجام میدیم و این حج بچه ها اینجا دارم این حجم هم براتون میذارم داخل کانال که حالا روش دوست داری تمرین بکنید یه حجم خیلی سباکیه اینو من وارد آنریل میکنم همینجا اکسپورت ها دیگه چون خودتون بالای دیگه اکسپورت میگیرم و وارد آریل میکنم یه صفحه کاری خیلی ساده من اینجا باز میکنم با آریل این صحنه بچه‌ها صحنه آماده است و چیز خیلی خاصی نداره فقط همین یه دونه میزه این وسط این باز بشه یعنی میز این وسط داریم ما با چند صندلی فقط میخوام که اون یه چی باشه که نور در واقع مشخص بکنه کار روی که چه تأثیری روی آبجکت ها میذاره من حجم وارد میکنم دیگه وارد کردنش دیگه ایشالله که بلدید من وارد میکنم حجم همون اینم میبندم قبلش اینجا براتون یه سیو بگیرم مکسیمم 2022 دیگه سعی کنید داشته باشید این صفحه کاری من من حذفش میکنم به این صورت و یه همچین صحنه ما داریم اینا رو میتونم بچه حذفش کنم فعلا لازم ندارم اینا رو این بذارید باشه اینجا به این صورت خب بچه لومن چیه و چه کاری برای ما انجام میده من اینو بچه این پست پراسس رو که جلسه بعدی کامل در موردش میخوام صحبت بکنم اینو حذفش میکنم و اه اینا هم به نظر من حذفش بکنم بهتر کلا اصلا تو صحنه من نمیخوام فعلا چیزی داشته باشم اینم میزنم روی آن لیت به این صورت بیام داخل صحنه که ببینم صحنه به چه شکله اینم یه کوچولو میکشم پایین یا میکشم بالا که اینجوری پرپر پر نشه و از متریال اینم یه نمیدونم به این که حالا یکی بشه چیز خاصی نیستش بچه ها لومن چیه لومن از کجا میتونیم فعال بکنیم و در واقع از کجا میتونیم غیر فعالش بکنیم فعال کردن که خب توی لومیون پنج کلا فعاله لومن و شما لازم نیستی که فعالش بکنی حالا مثلا بریم ببینیم فعال هست یا نه من میذارم این بالا بریم بچا از همینجا همینجا ادیت پراج یا از اینجا میتونید بازش بکنید نا کنید از اینجا میتونید بیای و پراج رو اینجا بزنید و اینجا براتون باز میشه اینجا بچا سرچ میکنیم لومن برامای سری خنجری میاره لومن اینش هم بزنیم ببینید گلو با اینو ایلومنیشن روی لومنه امیدوارم تلفظ درست بگم و رفلکشن هم روی لومنه و بقیه چیز هم که همه اوکیه سر جاش همه چی. اینا رو اگه ما بذاریم روی مثلا رو نان چه اتفاقی میفته ببینیم الان توی لومنه چه اتفاقی افتاده برای ما من اینو میذارمش میارم پایین بهش اینو میارم رو لیت میذارم من الان میخوام ببینم چه تاثیری لومن برای من داره یه دونه خورشید بچه ها من این رو همه رو توضیح میدم میارم داخل کار ببینم بچه ها آروم آروم داره برای من روشن میشه این یعنی چی؟ این داره لومن داره این کار رو انجام میده برای من اگر من بیام اینجا یه دونه باکس بذارم حالا باکس ها رو میتونم رنگش رو تغییر بدم حالا مهم نیست مثلا ببینید باکس نها کنید صحنه کلا تاریک شد این حالا چیزی که اینجا میبینید یکم من اینو برمش بالاتر من رو میذارم می اینو که مشخص باشه بریم بچه ها الان مشکلی که ما اینجا داریم الان من اینو بستم در واقع اینجا الان باید برای ما تاریک بشه خب اینجا ولی نور هنوز داریم این چه مشکلیه مشکل از مدل سازیمونه خب اگر دید، اگر دیدید داخل کارتون همچین مشکلی هستش میتونیم بیا این سفر اصلا کلا یا پاکش بکنید خب الان سخفمونه دیگه کامل میتونیم پاک بکنیم به جاش همین داخل آنریل من بینم یه متریال همینجوری بدم داخل آن ریل. یه دونه صفحه من بذاری من از این ور بگیرم یه صفحه میذارم روش که دیگه اون مشکل برای ما نداشته باشه یه کوچولو هم میکشم میارم پایین ببینید الان عالی شد ببینید الان ما دیگه نور نداریم ببین الان لومن برای ما این کار انجام میده اگه من اینو بگیرم بکشم این ور نگاه کنید از یه ذره جایی که داره, داره نور خورشید میاد صفحه ما رو روشن میکنه این خب خیلی عالیه و فوق العاده میتونه تو توی کار ما تاثیر داشته باشه حالا این هایلایتی که اینجا میبینیم چیه این این میتونه یه اینجا سرچ بکنید که بلوم ببینید و من تیکشو بردارم این حاله اینجا میره ببینید خیلی راحت الان من اینو میذارم اینا نکنید دقیقا عین واقعیت در واقع لومن برای ما این کار انجام میده و داخل رفلکشن داخل نور در واقع میتونیم اینو داشته باشیم اما موقعی که لومن نبود چه اتفاقی افتاد؟ من یه مثال دیگه براتون بزنم من میام اینجا یه دونه نور میذارم اینجا ببینید الان بسته است همه جا ببینید تأثیر ما اینجا میبینیم یعنی تأثیر نور رو ما داخل صحنمون میبینیم ببینید مثلا نور خورده اینجا پخ شده همه جا یعنی اون باستاب نور رو داریم حالا من میتونیم کم کنم ببینید یه ذره اینجا ها روشنه سقف روشن رو میبینید همه جا اینو داریم و همین که روی این من کلیک بکنم مثلا رو موویبلم باشه من دیلیتش کنم نکنید. صحنه به صورت آنی قطع میشه نور تاریک میشه همه جا این خاصیت لومنه حالا من میام داخل همون پروژه ستینگ میام سرچ میکنم دوباره لومه. و کل تنظیماتشو میزنم روی نان تموم شد خب الان نور خورشید داریم اینجا ولی سحنم روشن نیست چرا روشن نیست چون دیگه لومن نداریم برای همین میایم یه بار صحنه رو بیلدش میکنیم حالا ما همینجوری میایم حالا صحنه رو بیلدش میکنیم یه دونه خورشید داریم میگه میزنیم تا بیلد بشه بریم چه اتفاقی میفته بریم بچه الان نور خورشید باعث میشه که صحنه ما روشن بشه دقیقا مثل همون موقعی که توی لومن اومدیم خورشید گوش فی به صورت ریل تایم صحنه ما روشن شد خب این یعنی دقیقا میاد همون کار رو میکنه اما خب زمان میبره و شما باید زمان بذارید پس این کار نکنید الان صحنه سبک که داره انقدر طول میکشه داره توی پرسش داره در واقع طول میده نکنید صحنه روشن شدش و همچین صحنه ما داریم اما ناکنید سایه ها خیلی بد افتضاح ولی ای خب اینا هم همه قابل حل ها اما خب استفاده نمیشه ناکنید الان من اینم بذارم اینجا ما اصلا هیچ تأثیری ما نداریم اگه اینو میخوایم بذاریم اینجا مثلا الان بعد صحنه تاریک بشه دیگه باید یک بار دیگه بیلد کنیم که بتونیم صحنه داشته باشیم الان ها کنید من خورشیدم حتی اگه حضبشم بکنم باز اون تاثیر نور رو داریم چرا نرفت چون که توی لومن نیست باید یک بار دیگه بیلد بشه در واقع رندر گرفته بشه و تأثیرش اینجا ببینیم و تاریک میشه صحنه. حالا قبل اینکه این, این بیلد رو بزنیم یه نور مصنوعی می... میذاریم خب این نور مصنوعی اینجوری دقیقا مثل قبلی حالا رنگش هم عوض میکنیم میذاریم اینجا و یه نوری هم مثلا اینجوری حالا بده این بر. مثلا رنگش هم میذاریم روی قرمزی یا سبز مثلا مثلا روی این رنگ باشه خب الان من اینو الان داخل لومن بود اگر نور پردازی در واقع لومن روشن بود الان صحنه ما این سفیدی که کلا نبود کل صحنه ما الان آبی بود خب الان خانوما میگن که این آبی نیستش این بنفشه نمیدونم آبیه نمیدونم فلانه ما کلا پسرا کلا آبی و همه آبی یکی هم قرمز هم یکی هم همه صورتی هم همه, همه یکی هم مثلا میذاریم حالا ناراحت نشید حالا همی رای میذاریم دیگه دیگه اذیت نکنیم میذاریم تا بیلت بشه الان تأثیرش رو باید داخل صحنه ببینیم ما تأثیر این نور رو پس الان نور خورشید میره خب نورش یعنی نور سفید رو میره این نور آبی یا بنفش اضافه میشه به کل کارمون و تأثیرش رو روی کل کارمون میبینیم اما خب ما توی لومن این چی میگن این ببخشید این مسخره ها رو نداشتیم <applause> خیلی راحت بگم لومن آنی همه چی حساب می‌شد دیگه ببینید تاثیرش الان داره ناکنید الان 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 من اینو حذفش بکنم ناکنید تأثیرش رو صحنه داره با اینکه رفته نور ما الان حذف شده ولی هنوز ما تأثیرش اینجا داریم میبینیم من کنترل زد زدم برگشت سایه ها رو تغییر میده و این ها تأثیری که روی صحنه میذاره خب مشکل میخوره دیگه و نمیتونیم داشته باشیم الان من نور خورشید بیارم و نور خورشید دارن تأثیر نداره هر نوری که وارد میکنی بچه ها باید یک بار بیلد بشه خیلی راحت بگم و لومن به درد این جور جاها میخوره که همه چی رو ما آنی داشته باشیم همه چی اوکی و زیبا برامون اجرا بشه الان من لومنم روشن میکنم ببینید حالا چه تاثیر خوبی میذاره الان بذارید این بیلدش بکنه الان الان ببینید اینجا رو ترکیب نور خورشید و این نور آبی یا بنفش بنفشه فکر میکنم خب ببینید بعدیش همینه نکنید الان من کلا اینو اصلا میبرم بیرون ببریم بیرون کلا نکنید رنگی بنفش همینجا مونده این خاصیت استفاده نکردن از لومنه الان این لومنه ما روشن میکنم بارج ستینگ نکنید گلوبال یا گلوبال ایلومینیشن بزنید براتون ایناش ناکنید من اینو میزم رو لو لومن ناکنید لومن حالا میکنم اختار میده ناکنید الان رفت رو لومن رفلکشن هم یا مثلا لومن سرچ کنید روش آره ناکنید رفل... میگه اول اون اختار داد میکنم رفل... رف... رفلکشن رو روشن کنم گفتیم بله الان نگاه بکنید من اینو بیارم این بر ببینید صحنه تاریک شد صحنه رو داریم اینا اصلا ببریم بیرون دیگه نداریمش ببینید همزمان همه چی رو داریم پاکش کنیم نور کلا میره دیگه هیچی نیست سایه ها همه اوکیه تازه بهتر از این هم میشه و خیلی زیبا و خوشگل میتونیم همچین صحنه ای رو ما داشته باشیم حالا اینجا مثلا میتونید یه رندر بگیرید یا بچه‌ای که مثلا RTX دارن میتونن بیان اینجا پاستریسینگ رو بزنن و رندر بگیرن حالا مثلا رندر با کیفیت تره میبینید خیلی راحت ناز کنم همچین صحنه میتونیم اینجا داشته باشیم دیگه فکر نمی‌کنم چیز خیلی سختی باشه کامل دیگه الان شما تسلط پیدا کردید به اه کلا مدیریت صحنه و نمیدونم مدیریت آبجکت ها و چیزهای دیگه این نور دیگه فکر نمی کنم ملان چیز خیلی سختی باشه برای شما یاد گرفتنه چون واقعا راحته و همین حتما حتما بچه اینو تمرین بکنید چند با بیلد کنید صحنهتون رو نمیدونم تو این ادیت پارژیک ستینگ در واقع لومن رو کلا قطع بکنی بذاری رو نان و روی موتور موتور نور های دیگه و تست کنی ببین چجوریه ولی خب لومن بهترینشونه و خیلی راحت میتونی به نتیجه عالی تر برسید اینو توی جلسات بعدی بهتون میگم که اون تاثیر فوق العاده اصلا ببینی تو صحنه و ببینید چه تاثیر خفنی میتونه داشته باشه همین بچه امیدوارم که جلسه خوبی بوده باشه و جلسه بعد میریم سراغ پست پراسس که اونم توضیح میدم خیلی مهمه به لومیون هم لومیون به لومن هم رب داره و در واقع یه جور پوست پروداکشن کارمونه میتونیم کارمون رو انگار مثلا داخل, داخل فتوشاپ انگار مثلا بردیم میتونیم کامل کارمون رو خیلی طبیعی بکنیم و نکات اولیشو رو بهتون میگم و امیدوارم که اونم براتون مفید باشه مرسی از همتون لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره فعلا خدا نگهدار